مارسیال گارسیا مارکز مازینو اسکیلاچی بهرام استلاگمیت شهرام استلاگمیت برادر حسن زیکو کافو و تافارل درون دروازه هست. اجازه بدید بازی آغاز شده. از این مهار کردن توپ رو بسیار زیبا انجام داد. اسامی تیم ایتالیا هست: دونادونی، مارچلو ماستریانی، دونیو باجیو یا باگیو، روبرتو باگیو یا همون باجیو، تلفظش رو درست نمیدونم، ویکتوریو دسیکا، ویکتور فلاهرتی، جولیانو مونتالدو، ژان ماریو ولونت، آبل بالبو، مارتینی و سیمون دو بوار درون دروازه هستند. اجازه بدید تا اتفاق خاصی در تصویر نیفتاده تفسیر همکارم رو بشنویم. آقای داغی در وقت کوتاهی که داریم بفرمایید. بله، خسته نباشید بینندگان عزیز، میدونم منتظرید، خیلی منتظرید، الان انتظار میکشید، در انتظارید. به هر حال من از اینجا بازی رو به صورت اوریب میبینم، چون مانیتور یه مقدار اگه صافتر نمیشه. نه بله، صافتر ما نمیشه. بازی رو از اینجا به صورت اوریب میبینیم. بینندگان عزیز، هر دو تیم با تکنیکن، از کنم خدمتتون، خوبن، مهربونن، شیرین زبونن، بچهای خوبی ان، با معرفتن، نظیفن و عذر میخوام میدون، راه میرن، گای میپرن، الان پرید یکی میپرم و در مواقعی البته فریاد میزنن که همه اینا برای یک تیم و یک ورزشکار خوبه و لازمه. بله، اجازه بدید ادامه بازی رو گزارش بکنم. تیم برزیل با پیرهن زرد و شورت ورزشی آبی بازی میکنه و تیم ایتالیا پیرهن آبی و شورت سفید. درگیرنده های سیاه و سفید، شما برزیل رو با پیرهن آبی میبینید و شورت سفید و داور هم پیرهنش قرمز هست. توپ رو میندازه پشت 18 قدم و اتفاق خاصی اینجا نمیفته. امروز فوتبال بر مبنای قدرت بدنی و تکنیک استوار هست. پاس به روماریو، جرزینهو میده به ژان ماریو ولونت، جلو میفرسته، ساخته و پرداخته میکنه براش پشت 18 قدم از جناح راست. توپ برگشت به دوباره اسکیلاچی. اجازه بدید من تا اتفاق خاصی نیفتاده تفسیر دیگری رو از دوست عزیزمون گوش بدیم. اینجا تماشاچی ها رو میبینید که چقدر مهمه. تماشاچی در فوتبال امروز مهم هست. اگر تفسیری در این رابطه دارید بفرمایید. اما من پیشبینی باخت تیم ایتالیا رو در این بازی میکنم به خاطر کم بودن تماشاچیشون. بفرمایید آقای داغی. خدمت عرض کنم خدمتتون که گفتی تماشاچی، من همین در همین مقدمه بگم که فوتبال امروز عزیزان دیگه یک بازی نیست. کی میگه بازی؟ میگه بچه بازیه. بله. بازی نیست. فوتبال امروز یک علمه. فوتبال امروز بر مبنای تکنیک، تاکتیک، قدرت بدنی، استقامت عضلانی، قد، قامت بلند و سرعت نیست. فوتبال امروز بر مبنای تشویقه. تشویق خیلی مهمه. شما گفتید تشویق، من بگم خدمتتون که تشویق یعنی برد یک تیم. هرچی یک تیم مشوق بیشتری داشته باشه حتما موفقه. همین. بله، به این خاطر من تیم ایتالیا رو باخته میدونم، برای اینکه تماشاچی اصلا نداره. بله. ادامه بازی رو گزارش میکنیم. توپ دست، اجازه بدید من از روی ورق بخونم چون فاصله دور هست، من بازیکنان رو نمیتونم درست شناسایی کنم. پشت 18 قدم هست، این فکر کنم روماریو باشه، دریبل میکنه، بله، برای دونادونو و ضربش رو میزن از کنار دروازه. یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی هست که در سه دوره بهترین گلزن بوده. به تصویر آیستش نگاه میکنیم، چقدر زیبا این حرکت رو انجام میده، توپ رو نگه میداره و از کنار دروازه عبور میکنه، ولی با این حال میبازی تیم ایتالیا به خاطر کم بوده. بله تماشاچی. آقای خدمتتون عرض کنم که ایتالیا حتما خواهد باخت، همون چیزی که شما گفتید، و این نیست فقط به خاطر اینکه مشوق کمی داره. اگر مشوقش زیاد بشه حتما خواهد باخت. من قول میدم، قول اصلا همه قول میدم، مشخص هست که رویش رو از دست داده. اگر مشوق اینجا بود، الان مشوق بود، این گل بود. من قول میدم این گل بود. بازی رو ادامه میدن، 0-0 هستن بدون هیچ رد و بدل شدن یک گل. فلاهرتی توپ رو در اختیار داره، اسکیلاچی میره جلو، نمیگذارن، دفاع پرقدرت تیم برزیل او رو نگه میداره. پاس گوشه چپ دروازه به توپ نمیرسه، ببتو وسط زمین، جرزین هم میره جلو، این موتور کار میکنه، این بازیکن ازش میگیرن، هنوز توپ رو در اختیار داره، ساخت و پرداخته میکنه، خطرساز هست برای و بالای دروازه که
آفساید هست به نظر من، ولی داور چیزی نمیگه. مطمئنن میبازه، بازی رو برزیل در اختیار داره. بله بینندگان عزیز، ببخشید تصویر ما رو چند لحظه از دست دادید شما. من ادامه بازی رو گزارش میکنم. میفرسه جلو، ایتالیا باختش حتمی هست به نظر من، چون بازیکنانش از تکنیک خوبی برخوردارن، ولی قدرت بدنی حرف اول رو میزنه که برزیل داره این شرایط هست و مهمترین عاملش اینه که مشوق و تماشاچی زیادی ایتالیا در این بازی نداشته. توپ رو به اسکیلاچ میره جلو و پشت محوطه 18 قدم. این صحنه رو من تصور میکنم یک بار دیدم، حدودا 10 دقیقه پیش. اشکال فنی هست. دوباره داریم ایتالیا تشویر من ایتالیا قطع میکنم. اجازه بدیم ایتالیا آقای داغی هیجان زده هستن. ایتالیا ادامه بعدن خواهیم شنید. آقای دکتر لولایی بخش 4. آقای دکتر لولایی بخش 4. سلام آقای دکتر، نتیجه چی شد؟ متاسفم. بله، خواهش میکنم هرچی هست به من بگید. چی شده؟ حالش بده؟ نتیجه چی شد؟ ببخشید. ایتالیا با پنالتی 5-3 باخت. بله؟ خیلی بد شد. من مریض داشتم آقا. 90 دقیقه بازی کردم با پنالتی باخت. مسئولش هم ایشون هستن. نه آقای اسدی، حالا ما بحث رو در واقع میخوام بگم که در رابطه با شرکت بحث کنیم. لزومی نداره ما در مورد حلول صحبت کنیم. نه، راجع به شرکت. ما در مورد شرکت آقای رادش حرف میزنیم. شرکت آقای رادش، مگه شما مسئول خرید نیستید؟ بله من مسئول خریدم. خب توی این ماه شما 100,000 تومان جنس خریدید. بله. فاکتور بدین. من فاکتورمو به آقای عطاران فاکتور. عطاران دادم راننده من. من ربطی نداره، من شما خودتون حل. عزیز من آقای عطاران، این مسئله درسته، به شما هم ربط داره، شما راننده آقای رادش هستید. شما راننده من بودید. خودتون میگید دیگه. جناب آقای لولایی شما تصدیق کنید این مسئله چی بود، چیکار باید بکنیم ما؟ عزیز من شما راننده من بودید. من فاکتورا رو به شما دادم. الان آقای اسدی از شما میخوام فاکتورا رو بدید. بدید. یعنی میخواد بگید فاکتوراتون ماشین من مونده. بله. شاید تو جیبتون مونده باشه، نمیدونم. شما معذرت جواب بدید. نه آقای یوسف. بله. اصلا مسئله فاکتور نیست اینجا. مسئله چیه؟ مسئله اینه که برنامه ریزی در شرکت اصلا درست نبود. آقای لولایی برنامه ریزی این کار منم، کجاش خراب بوده؟ غلط بود. نه خیلی. غلط بود آقا. نه خیلی آقای لولایی. آخه ببین عزیز من، وقتی که 3 تا قطعه چک از دست چک بنده کم میشه چرا؟ راجع به چک حرف نزن. چک مسئولش خودت بودی؟ من چکو میذارم تو کمد، کلید دست شماست، دست آقای رادشه. آقای عطارانم از روی اون کلید. آقای سلیمانی من عذر میخوام، بنده عرض کردم برنامه ریزی ایشون اصلا درست نبود. ضعیف آقای اسدی، ایشون اصلا طوری برنامه ریزی کردن. خودشون جوابگو باید باشن. اصلا طوری برنامه ریزی کردن که آقای رادش بتواند چه کار بکند بهتر میدانی. یعنی من بودم که بهشون گفتم برن خرید بکنم بدون فاکتور، بعد برگردم پیش بنده بگن که فاکتور نداده. چرا صحبت رو اینجوری میگیرید؟ عزیز من شما برنامه‌ریزیتون ضعیفه.
آقای سلیمانی هم که فقط صداشون رو بالا میارن. آقای رادش برنامه رزیه آقای اسدی. اسدی آقای اسدی اگه ضعیفه بله؟ شما نباید از کلید بنده کلید بسازی. آقا جان من که کلید ساختم. آقا جان مثل که کلیدتون رو تو جیب راننده تون دیدن. دستشون هم از کلید. ازشون بپرسید آقای عطاران کلید. آقا شما چرا حرف نمیزنید؟ نزن آقا کلید پیش شما بوده. اگه حسد تو چشمش میخواد چی میشه؟ کلیدو بده. من به نوعی راننده هستم. آقا جنگ راننده است. آقا بی خود جنگ راننده است. همه شخصی جنگ راننده است. ببینید آقا اگه قرار باشه تقصیر آقا رادشه. اگه قرار باشه آقا چشش مقصری آقا مقصر مسئول شرکت داریم. آقا اگه قرار باشه با هم اینجوری برخورد بکنیم من خیلی از شما زنگ مقصر اصلی شما هستی. دقیقا ندارم من حساسو خورد دادم. میدونید اگه چک گم میشه و بدین ترتیب اولین جنگ هسته‌ای پدید آمد. من یه دست کت و شلوار می‌خواستم. می‌خواستید مدلش چی باشه؟ رنگش چی باشه؟ ببینید عزیزم برای من مدلش اصلاً مهم نیست. رنگش هم مهم نیست. من یه دست کت و شلوار می‌خوام که از این حالت در بیام. یا آدم دیگه بشم. آخه نظر شما برای ما ملاکه. خواهش می‌کنم عزیزم. بگید چه مدل لباسی می‌خواید. خواهش می‌کنم اصلاً این واسه من میگم مهم نیست. نظر و اینا واسه مهم نیست. یعنی رنگ و اینا اصلاً واسه مهم نیست. من فقط می‌خوام تغییر کنم. از این حالت خسته شدم. شما ببینید اون لباس ها براتون مناسبه؟ اونا؟ میدونید چیه؟ یه مقدار نه اونجوری نه. یه حالت دیگه میخوام. یه حالت دیگه که چجور بهتون بگم تغییر کنم از این حالت در بیام یک دنیا بله، از بله متوجهم متوجه. بفرمایید اون لباس ها رو ببینید تا من یه فکر براتون بکنم. خیلی ممنون. آقا جانم پیداش کرده. به 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 دستتون درد نکنه. رنگش خیلی عالیه. جنسش هم عالیه. ببینم ازم این نخیه. بله این ریسمانیست. ریسمانیسته. بله همون جنسیه که میخواید. یعنی اگه بپوشید کاملا یه آدم دیگه میشید. من مطمئن باشم که یه آدم دیگه میشم. یعنی واقعا واسم مهمه. دیگه خسته شدم. بله میتونید امتحان کنید. اتاق پرو همین پشت. بفرمایید همین پشت. آقا اینجا آینه نداره؟ نه متاسفانه. پوشیدم. خوبه؟ خوبه؟ بله خیلی خوبه. کاملا عوض شد. عوض شدم؟ بله بله. عوض. اصلا یه آدم دیگه شدم نه؟ صداتون هم عوض شد. مرسی. ببخشید این داخل آینه نبود. لطف کنید یه آینه به من نشون بدید. آینه اونجاست. ببینید کاملا یه آدم دیگه شدید. ولی من راضی هستی؟
بیام بالا. خب خلاصه آدم خسیسیه. اصلا شناختش؟ آره خسیسه. خب اصلا تو مدرسه هم که بود خسیس بود. میدونی چیه؟ ما یه بار رفتیم خونهش دزدی. خام با اینکه آدم پولداریه هیچی تو خونه نذاشته بود. آره بابا خساست از دزدی بدتر. میباره خساست ازش میباره. خلاصه اینجوری. ببینم خب. تو مطمئنی کسی تو خونه نیست؟ نه کسی نیست کسی نیست. اما یه صدایی میاد اینجا جیر جیرک داره. ببین الان تو محله کس بمونیم پشت سر کسی صحبت نکنیم کارمونو بکنیم بهتره. خب باشه. ببین اونجاست خب. میبینی؟ آره عجب درخچه‌ایه. خب برو ببین. بیا آروم فقط به چیزی نخوری. بیا خیلی خب. اینه آره. ببین اینو میذاری تو استکان خواه. یه مقدار آبم میریزی تو استکان آها. بعد ریشه میده بعد میذاری تو گلدون. بعد ببینم چراغ روشن کن اینجوری نمیبینی که کدیت کجاست؟ این بره عجب چیزیه. ببین یه نوع کاکتوسه اینجاش ریشه میده. بردا بریم زود. خوبه؟ دیوونم. چیه؟ اون که هیزومه. مال شومینه است. هیزومه؟ روز جمعه ما رو خراب کردی. خب الان میریم یه جای دیگه این برا. وقت نداریم دیگه. ساعت چنده؟ نمیدونم. ها؟ آدمه. جیرجیرک نیست آدمه. نه. داره چیکار میکنه؟ گریه میکنه. آخه واسه چی؟ نمیدونم. به ما ربطی نداره. به ما ربطی نداره. ببین برو. واسهش نیست. برو. آخه خیلی داره گریه میکنه. گناه داره. برو اصلا به ما چه ربطی داره ما دزدیم. نه خیلی چشه بشیم خیلی ناراحته. بیا ببینیم چشه. آره نه آخه خب گناه داره دیگه. نه ببین بیا آخه ببخشید. بلند شو ببینم. بلند شو. چی شده؟ بلند شو ببینم چی شده. چشاش نه بورسا کن نه بورسا. آخه چرا نه بورسا؟ پرسیدن که عیب نیست. بشین ببینم. آخه چت آقا گریه نکن. چرا آقا همین غروبی؟ چشا خانمم دعوا شد رفت آخه. من موندم تک و تنها تو این خونه درندش. آخه چرا دعوا کردی؟ چه میدونم بابا این مادرش دخالت کرد. چه شما هم کشیدی؟ آره واقعا کشیدم. ببین تو آخه صداقت نداری تو زندگی. ببین اصلا چی رو صداقت عزیز من؟ نه اکثر این جدایی ها از صداقت. گوش کن عزیز من ایشون باید گربه رو دم هجله میکنه. نه من اصلا من میدونم من اعتقاد ندارم به حرفا. ببین من صداقت داشتم تو زندگیم الان موفقم. من اول زندگیم به زنم گفتم ببین من دزدم با من زندگی میکنی یا نه؟ گفت دزد باش شخصیت تو برای من مهمه شغل مهم نیست. آقا منم همینا رو گفتم به خانم. همینا رو گفتم. من گفتم من میگم اشتباه کردی. آخه شخصیت ها فرق میکنه. شما خب خانومت فهمیده بوده خوب بوده. خواهش میکنم خانوم من نه من... واقعا نفهمیده بلشت. نگو به خانومت تو این نکن. به خانومت تو درکش نمیشناسی. نه ببین درکش تو اگه درکش کنی باد را میاد. اونم منو درک نمیکنه. حالا من نیستم که منو درک کنه. اونم درک نمیکنه. منم همینو میگم. من اعتقاد ندارم. من میگم من اعتقاد چی آقا دعوا رو میندازه. ببین عزیز من تا ایشونو دیدم فهمیدم ایشونو گریه نکنه. گریه میکنه. آدم فهمیده ایه. من میدونم تقصیر خانومش. یعنی خانومش نفهمه گربه ها رو باید میکشه. خانم نظر ای بابا گربه چیه؟ ببین خانم از مادرش دخالت میکنه میاد تو کارمون دخالت میکنه. ای بابا تو فلان و شوهر فلان اونم دعوا میکنه اون بلند میشه میره. نه تفاهم نداری. بعد بغ میمونن تو خونه اینطوری تک و تنها. ببین شما تفاهم نداری تفاوت داری فرق داریم با هم. تو اگه فهمیده ای من اصلا اعتقاد ندارم. بیان شما نظر من اینه که شما خانم رو بردار برو شهرستان. نه چرا؟ بابا شهرستان بابا از مادر اینا دور میشن یه مدتی اونجا باش. نه نمیشه آقا اونجا مشکلم همینه. یعنی خانم مادرش میاد اونجا هم دخالت میکنه. ببین الان برو یه زنگ بهش بزن. نمیتونم تو برو یه زنگ بهش بزن. به چی بگم تو زنگ بزن گذشت از تو. من نمیتونم الان بلشم. نه برو زنگ بزن. شما نمیتونم آقا شما برو اولتیماتوم بده. اولتیماتوم بده به خانومه. نه بگو ببین
نگاه کن بگو این دفعه آخرته، فهمیدی یا نه؟ اگه دوباره این کارو کردی کنش اصلاً ببین چی میگه. خب بهش التیماتوم بده، بگو دیگه نباید این کارو بکنی. تو درکش نکنم پس من برم سراغ خانومم. وای آره تو زندگی خانومت رو همیشه درک کن. خواهش میکنم تلفن درک نکنه. اون نباید اینو درک کنه. اون نمیتونه. نه خواهش میکنم تلفن نگیر. بستگی داره. ببین نکن این اگه خانومش رو درک کنه، ببین خانمش درک کنه هیچ موقعی مسائل پیش نمیاد که بشینه اینجا جریه کنه. بابا این داره میگه من اول تفاهم داشتم. نه ایشون شروع کردن. اگه تفاهم داشت به اینجا نمیرسید. به اینجا نمیرسید که اینجا بشینه زار زار گریه کنه. نگاه کن من قصد توهین به خانم ایشون ندارم. خب درست صحبت کن. من با درست صحبت کنم. من میگم خب ایشون دارن میگن ما اول زندگی با هم تفاهم داشتیم. خب اگه داشتن چرا دعوا کردن؟ خب اون شروع کرده.